سر خط خبرها. گرامی داشت از عاشورا با رنگ و بوی صلح و جنگ. حکومت همچنان خط سرخ ترسیم میکند. قانون اساسی خط سرخ است. آیا رئیس جمهوری اراده برای صلح دارد؟ رئیس جمهور گفت کار بسیار تاریخی است. ما هیچ آمادگی نداریم خیلی سرخ. یک 20 روز ما را مهلت بده. 20 روز. نه تنها 20 روز ما جواب نگرفتیم که در یک سال هم جواب نگرفتیم. گره تازه در روند سال با اعلام فهرست عضوهای شورای عالی مصالحه. یک لیست است که خود حکومت میدانست که مورد قبول قرار نمیگیره. رئیس شورای عالی مصالحه ملی هنوز ساکت است. پس از 5 روز بازماندگان سیلاب پروان به دنبال قربانیانند. آمار جانباختگان به 125 تن رسید. و درگیری خونبار هواداران ترامپ با معترضان به تبعیض نژادی در امریکا. با مجموع خبری از ساعت 5:30 از یک با من بهرام امام خوش آمدید. به نام خداوند یکتا و سلام بر شما. صلح با طالبان معامله سیاسی تقسیم قدرت نخواهد بود. رئیس جمهور غنی در مراسم گرامی داشت از عاشورا در غرب کابل میگوید که شهروندان نباید از صلح ترس داشته باشند، زیرا صلح زیر چتر نظام جمهوری امپذیر برقرار خواهد شد. آقای غنی تاکید میکند کسانی که میخواهند از راه زور ارادهشان را تحمیل کنند باید دوباره فکر کنند. همزمان معاونان رئیس جمهوری نظام جمهوری و قانون اساسی را خط و سرخ حکومت در روند صلح می‌خوانند و می‌گویند که مردم از نظام جمهوری دفاع خواهند کرد. امان فرهنگ جزئیات می‌دهد. با شعار حفظ دین رسول الله و گرامی داشت از دهم محرم یا عاشورا، رئیس جمهوری با ارشدترین مقام‌های دولتی برای گرامی داشت از این روز در مراسم در غرب کابل اشتراک کرده است. محمد اشرف غنی در این روز بر همدیگر پذیری مذهبی در کشور تاکید میکند. درس هایی را که امام حسین به صورت ماندگار بر ما مانده، ما درک کنیم، جذب کنیم و وحدت و اتحاد خود را حفظ کنیم و تقویت کنیم و بتانیم هم ملت و هم دولت اصلاح کنیم. پروژه هایی که میاین ایرا رنگ میزنن که ما را جدا جدا بسازن، خوشبختانه و خوشبختانه در افغانستان یک رسم ناکام بوده با وصف مصرف شدن میلیاردها دلار. اما بخش زیادی از سخنان رئیس جمهوری و معاونانش در این روز بیشتر در پیوند بر روند صلح با طالبان میچرخد. رئیس جمهوری به شهروندان کشور پیامی دارد، این که از صلح ترس نداشته باشد، زیرا صلح معامله برای تقسیم قدرت نخواهد بود. آقای غنی میگوید صلح زیر چتر نظام جمهوری با پذیرش همه برقرار خواهد شد. نظام که برپا باشه همه چیز جذب کرده میتونه و امید ما ایست که ترس از صلح نداشته باشه و از صلح مانایش کدام معامله سیاسی تقسیم قدرت نیست. مانای صلح را از دیدگاه شهروند افغانستان ببینیم. هر زن و مرد افغانستان چی میخواه؟ ختم خشونت به صورت دوام دار. همزمان امرالله صالح در روند صلح از آدرس حکومت برای طالبان خط سرخ ترسیم می کند. قانون اساسی خط سرخ است. این خط سرخ رئیس جمهور بوده از لحظاتی که ما با ایشان بودیم در این دو سال که مذاکره می کنند، بالای مسئله آینده افغانستان و بالای کثرت‌گرایی. هرچند رئیس جمهوری در پیوند به آغاز گفتگوهای صلح اشاره‌ای نمی‌کند، اما معاون دوم او میگوید انتظار دارد به زودی گفتگوهای میان افغانان آغاز شود. انتظار داریم که گروه طالبان نیز صادقانه در میز مذاکره حاضر شوند و ما در روزهای نزدیک آینده شاهد برگزاری مستقیم مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و گروه طالبان باشیم. رئیس جمهوری در حالی که بر تأمین صلح و ثبات در کشور تاکید دارد میگوید نظامیان خارجی در افغانستان تنها به خاطر امنیت افغانستان نه، بل به خاطر منافع مشترک حضور دارند. بر اساس توافقنامه دوحه
نظامیان خارجی در مدت 14 ماه پس از امضای این توافقنامه افغانستان را ترک میکنند. چند سال پیش ملا هبت الله رهبر طالبان هیئت گفتگو کنندهش را به هلمند فرستاده بود و رهبری حکومت برای فرستادن هیئت دولت 20 روز فرصت خواست، اما تا امروز پاسخ نداده است. این را محمد کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح روایت می کند و می گوید یک فرصت کلان صلح از دست رفته و این بار نباید فرصت ها از دست برود. محمد محقق هم می گوید که در هیئت گفتگو کننده صلح نمایندگان مردم هزاره حضور دارند و بدون قناعت آنان معایده به امضا نخواهد رسید. همزمان با این معاون شورای عالی مصالحه ملی می گوید که گفتگوهای کنونی به یک نقطه طلایی خواهد رسید. جواد تیموری جزئیات می دهد. بخش مهم سخنرانی چند رهبر سیاسی در مراسم بزرگداشت از عاشورا در بخشی از کابل صلح است. محمد کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح از گفتگوهای پس پرده این شورا با طالبان پرده برمی‌دارد. می‌گوید چند سال پیش با ملا هبت الله رهبر طالبان نامه تبادله کرده بود و سپس هیئت 20 نفره طالبان به هلمند آمد، اما به دلیل بیمهری حکومت این فرصت از دست رفت. برای مذاکرات بین الافغانی هیئت مقدماتیش هم هلمند آمد. مولوی سراجی در رأس هیئت مقدماتیش بود. رئیس جمهور گفت یک کار بسیار تاریخیه، ما هیچ آمادگی نداریم. خیلی سو یک 20 روز ما رو مهلت بده. 20 روز. نه تنها 20 روز ما جواب نگرفتیم که در یک سال هم جواب نگرفتیم. او هشدار می‌دهد هرگاه این روند هم به بنبست روبرو شود، جفا در حق مردم خواهد بود و وضعیت هم بدتر خواهد شد. محمد محقق هم میگوید که هزاره ها یک طرف قضیه افغانستان هستند و چهار نفری که از آنان در هیئت گفتگو کننده نمایندگی میکنند بدون قناعتشان هیچ معاهده امضا نخواهد شد. ما یک طرف قضیه افغانستان هستیم و در همین مذاکرات صلح هم گرچه تناسب کامل نیست، از 21 نفر 4 نفر از شخصیت های عمده ما در اونجا در قضیه هستند که اونا در صلح افغانستان مؤثر است و بدون قناعت اونها هیچ معاهده امضا نخواهد شد. نماینده حزب جنبش ملی هم از پیش شرط گذاشتن طالبان پیش از آغاز گفتگوهای حکومت با این گروه انتقاد میکند. مطرح کردن از این که ما نظام امارتی میخواهیم یا نظام اسلامی میخواهیم یا اینکه القاب به اشخاص و افراد و شخصیت هایی که داده شده این چگونه است؟ بحثی از این رقم مسائل نماینگر عزیز که اونا میخواهند که به جنگ طلبیشان، به خشونتشان، بر اختاندن خون فرزندان از این وطن میخواهند که ادامه بدهد. اما معاون شورای عالی مصالحه ملی پیشرفت ها در روند کنونی صلح را در 15 سال پسین بی پیشینه میداند و میگوید که گفتگوها به نقطه عطف خواهد رسید. یک بار دیگر قرار است به یک نقطه عطف تاریخی دیگر در تاریخ کشور خود قرار است برسیم که آن تلاش برای رسیدن به صلح و قطع جنگ در این کشور است. همه سال مردم با گرمی به سوی بزرگداشت از روز عاشورا می روند، اما این رخداد مذهبی تاریخی برای رهبران سیاسی هم تریبون خوبی شده تا بر رقیبانشان بتازند. ستاد هواداران حسینی در کابل با برپایی خیمه های همدلی در عاشورا بیش از 300 هزار افغانی به آسیب دیدگان سیلاب ها در پروان گردآوری کردند. را اندازان این برنامه میگویند که در چهار بخش غرب کابل این خیمه ها را برپا کردند و این روند برای 3 روز ادامه خواهد داشت. پایتخت نشینان از این کار استقبال میکنند. برپایی خیمه های همدلی به هدف پشتیبانی از آسیب دیدگان رویداد طبیعی پروان در عاشورا. خیمه هایی که عزاداران حسینی به اندازه توانشان برای دستگیری از سیل‌زدگان پروان اینجا برپا کردند و پول گردآوری می کنند. می گویند یکی از پیام عاشورا گرفتن دست نیازمندان است و با این کار اتحاد و همدلی بیشتر می شود.
ببینید امروز هموطنان ما در ولایت دوردست پروان متضرر شده، ولی جوانان با انگیزه با مسئولیت آمده در ایام عاشورا و در روز عاشورا اینجا خیمه هایی را تحت نام خیمه همدلی برپا کرده. با مواد توانی که داشتم خواستم به شرکت کنم و دمو توان خود کمک کردم در این برنامه. و تا جایی که ما معلومات دارم این خیمه امروز آمست، سبام برپا است و ما از تمام مردم خواهش مندم که به این کمک کنند. با قدر توان در امروز عاشورای حسینی دیدم و یک مقدار پولی که در توان داشتم در اینجا همکاری کردم و هدف ما همکاری با برادران پروانی ماست. مسئولان در ستاد هماهنگی عزاداران حسینی میگویند در چند بخش غرب کابل این خیمه ها را برپا کردند که امروز بیش از 300 هزار افغانی گردآوری شده است. استقبال مردم به الحمدلله خیلی زیاد بوده. ما تونستیم که هم در ستاد مرکزی که در سرکاریز است و هم توسط خیمه های همدلی بالای 300 هزار را جمع‌آوری بکنیم. این کمک ها در حال به آسیب دیدگان سیل در پروان صورت میگیرد که جاری شدن سیل هرچند در چندین ولایت افغانستان زیانهای مالی زیادی بر جا گذاشت، اما در پروان این پدیده 116 تن را با خانه و کاشانهشان نابود کرد و بیش از 126 تن دیگر را زخمی ساخت. 1381 سال پیش در چنین روز دشت کربلا در عراق گواه نبرد نابرابر میان لشکریان یزید حاکم وقت شام با امام حسین نواسه رسول خدا و یارانش بود. نبرد که به گفته عالمان دین نقطه عطف در تاریخ جهان اسلام به شمار می رود. مسلمانان جهان همسالت در دهه محرم با برگزاری مراسم های عزاداری و سخنرانی یاد امام حسین و یارانش را گرامی می دارند. دهمین نخستین ماه سال قمری در دشت کربلا در عراق امروزی. 1381 سال پیش در چنین روزی اینجا محل رویارویی دو لشکر بود. یک سو لشکر چند هزار نفری یزید به رهبری عمر سعد قرار داشت و در سوی دیگر جمع کوچک یاران امام حسین. در این نبرد نابرابر امام حسین و یارانش به شهادت رسیدند و زنان و کودکانشان به عنوان اسیر به شام برده شدند. گرچند 14 قرن از این نبرد می گذرد، اما مسلمانان جهان همه سالت دهه نخست ماه محرم را به عنوان نقطه انتخاب عزت و ذلت و نبرد حق و باطل گرامی می دارند. اگر امام حسین این حرکت را آغاز نمی کرد، مانند توجیهگران ما، مانند تفسیرگران توجیهی ما توجیه میکرد، برایش خیلی آسان بود، امام بود. و گفته دین پژوهان مهمترین پیام قیام امام حسین در کربلا این است که نه به کسی ظلم کنید و نه زیر بار ظلم کسی بروید. درس آزادگی برای بشریت که در طول تاریخ شمار از رهبران آزاد خواهی جهان آن را الگوی خیش معرفی کردند. بسیار مسائل در تاریخ کمیتش مهم نیست. چنگیز در اینجا آمد یک کار بزرگ کرد، همه تمدن از بین برد. اسکندر ظهور کرد، نیم دنیا را گرفت، ولی هر سال تجلیل نمیشه. کل حادثه کربلا تعداد شهیدایش به 100 نفر نمیرسه. او قسمم که ما ایره به 20 ساعت راجع بهش شعر و ترانه میخوانیم و قدرم دراز نبوده. گپ سر مغزش است و گپ سر جوهرش است که یک حادثه به نهایت با جوهر بوده. اصلاح امت، احیای سنت پیامبر، مبارزه با بی‌عدالتی و استادگی در برابر ستم از مهمترین دلیل‌های قیام امام حسین در برابر یزید خوانده می‌شود. بیش از 14 قرن سپری میشه، اما عاشورا و مکتب امام حسین همچنان زنده است و امروز متعلق به همه مسلمانان دنیاست. تعلق به قوم خاص یا پیروان مذهب خاص یا یک جغرافیای خاص ندارد. عاشورا نه تنها به سنی و یا به شیعگان تعلق دارد، بلکه نه تنها به مسلمانان جهان تعلق دارد، روز عاشورا به اقوام قبل از اسلام هم تعلق داشت. مسلمانان جهان همه ساله در دهه محرم قیام عاشورا را برای زنده نگه داشتن یاد و فداکاری های نواده حضرت محمد پیامبر اسلام با راه اندازی برنامه های عزاداری، سخنرانی و توزیع نذر گرامی می دارند.
فهرست اعلام شده عضوهای شورای عالی مصالحه ملی از سوی ارگ با مخالفت‌های روبرو شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از افراد اعلام شده شامل این فهرست نخستین کس است که عضویتش را در این شورا رد می کند. حزب اسلامی این فهرست را مردود می داند و جمعیت اسلامی هم موضعش را پسانتر اعلام خواهد کرد. شکیب مولوی‌زاده جزئیات می دهد. ریاست جمهوری دیشب در فرمان عضوهای شورای عالی مصالحه ملی را معرفی کرد. فهرستی بلند بالا از چهره های شناخته شده سیاسی کشور و برخی چهره های تازه. معاون دوم رئیس جمهوری این فهرست را همشمول می داند و باور دارد که حکومت گام بزرگی در راستای صلح برداشته است. شورای عالی مصالحه افغانستان مرکب از اکثریت شخصیت های سیاسی، جهادی، ملی از همه اقوام و احزاب سیاسی افغانستان اعلام شد. اما آنچه به نظر می رسد، ظاهراً از همین ابتدا این فهرست با مخالفت‌های زیادی به همراه است. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین، عضویتش را در این شورا رد کرده است. فکر نکنم که در ات یک چوکات رسمی اونها خود چیز کنم منست. یک شهروند افغانستان کوشش‌های خود میکنه، همکاری های داشته خود باشه. جمعیت اسلامی موضعش را برای بعد موکول کرده و حزب اسلامی هم با رد عضویت گلبدین حکمتیار در این شورا با این فهرست مخالفت کرده است. با توجه به موقف گیری های اخیر جمعیت اسلامی در پیوند به گفتگوهای صلح، این حزب موقفش را در رابطه به تشکیل شورای عالی مصالحه بعد از مشورت با شورای رهبری اعلام می کند. در این فهرست 46 نفری، سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح به حیث معاون شورای عالی مصالحه ملی گنجانیده شده است. اما نکته جالب تذکر نیافتن نام وزیر دولت در امور صلح در آن است، سمتی که بر بنیاد گزارش ها تا این دم ارگ و سپیدار بر سر آن به توافق نرسیدند. سپیدار تا این دم موقفش را در این پیوند اعلام نکرده است. حتی عبدالله که انتظار می رفت در مراسم عاشورا در این مورد هم حرفهایی داشته باشد، خلاف هر سال در هیچ مراسمی در دید رسانه ها نبوده است. اما محمد کریم خلیلی از چهره های نزدیک به سپیدار بدون اشاره به فهرست شورای عالی مصالحه ملی از کندی در عملی شدن توافق سیاسی گلایه دارد. تو زمانی می توانی به عنوان رئیس جمهور و حکومت این پروسه را بسی جهت سالم جهت بدی که از عینک تیمسازی و دولتسازی بیرون بیایی. کمیسیون مستقل حقوق بشر با این باور که فهرست عضوهای شورای عالی مصالحه ملی هم شمول نیست، تأکید دارد که برای رسیدن به صلح پایدار باید قربانیان جنگ، جوانان و بانوان در ساختارهای مرتبط به صلح حضور داشته باشند. این نگران کننده است، به خاطر که ما اگر بخواهیم به صلح برسیم که پایدار باشه، ما باید یک روند همه شمول داشته باشیم، روندی که در او تنوع افغانستان انعکاس داشته باشد. بر بنیاد فهرستی که در فرمان رئیس جمهوری آمده، عضوهای شورای عالی مصالحه ملی شامل 4 بخش بزرگان سیاسی و جهادی، مقامهای بلندپایه حکومتی، زنان برجسته و هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ملی می شود. حکومت افغانستان با ارائه لیست بیشتر به دنبال است که بتانه به عبارت یک تعداد سیاسیون را ساکت بسازه و از طرف دیگه بر حال فکر میکنم که یک لیست است که خود حکومت هم میدانست که این مورد قبول قرار نمیگیره. ریاست جمهوری حاضر نیست در این مورد سخن بگوید که آیا این فهرست در مشوره با سپیدار ترتیب شده یا خیر. پس از 5 روز از سرازیر شدن سیل در ولایت پروان، هنوز هم مردم دنبال بستگانشانند. شمار از خانواده های آسیب دیده در این ولایت میگویند هنوز هم بستگانشان را نیافتند و از زیر آوار پیدا نکردند. در پی جاری شدن سیل تا کنون تنها در ولایت پروان در شمال کابل 125 نفر جانشان را از دست داده و حدود 250 نفر در این رویداد زخمی شدند. صدها خانه در مسیر سیل آسیب دیدند. نرگس هورخش به دیدار خانواده های آسیب دیده به چاریکار رفته است. این گلروز است، دختر 8 ساله پروانی، تنها نجات یافته از میان خانواده 5 نفری از سیلاب 5 روز پیش. سیل مادر، 2 برادر و خواهر و پدر بزرگش را با خود برد. آنان اینجا زندگی می کردند.
خانه‌ای که حالا به یک ویرانه مبدل شده. هرچند گلروزه همه زندگیش را از دست داده، اما آرزوهایش از جنس دیگری است و از زندگی کنونیش بسیار متفاوت. می‌خوام دکتر شوم و وطن ما کمک کنم تا سلامت باشم. زندگی او دو چیز مجزا را نشان می‌دهد: محل زندگی کنونی و خانه رویاهایش. ده ها کودک مثل گلروزه هستند که در اثر سرازیر شدن سیلاب در پروان آسیب دیدند. برخیشان مثل گلروزه دار و ندار و تمام عضوهای خانوادهشان را از دست دادند و شمار دیگرشان جانهایشان را. خشم طبیعت در چاریکار جان 125 تن را گرفت. 250 نفر هم زخمی شدند. بیشتر جان باختگان زنان و کودکان هستند. کمتر خانواده ای را می توان یافت که از سیل در امان مانده باشد. بسیاری ها همزمان چند عضو خانواده را از دست دادند. مانند غیور. او 10 عضو خانواده‌اش را در شب سیلاب از دست داد. حالا هم با چشمان وحشت زده انتظار پیدا شدن یک عضو دیگر خانواده را می کشد که هنوز زیر آوار گیر مانده است. حس چیز داشته باشم، یعنی به خودتان مالش میگه آتش جایی را می سوزونه کجا آتش باشد. اگر امیدید هیچ اصلا ما از دیر استال مید نمیفهم کجا میریم، کجا نمیریم، چی کار کنم، چی کار نکنم. اونم یک جسد ما گم از هر چی که میپالیم پیدا نمیشه. یعنی بچه های خودم، خانم خودم، یا کلش از یاد من رفته، فقط دنبال اون یک جسد میگردن که پیدا شد. سیل مردم را غافلگیر و بخش بزرگ پروان را تخریب کرد. حالا بسیاری ها حتی کمترین امکانات زندگی را هم ندارند. فاجعه در اینجا تا اندازه عمیق است که برای از نوسازی این ویرانه ها و دوباره ساختن زندگی مردم شاید ماها و سالها زمان به کار باشد. مردم در این منطقه دار و ندارشان را از دست دادند. حتی غذای برای خوردن ندارند. نهادهای خیریه و دولت افغانستان تلاش میکنه در این روزها نیازهای فوری این مردم را برطرف کنند. تلاش هایی که ظاهراً برای این مردم کافی نیستند. و این تقلای مردم برای به دست آوردن نان و سرپناه است. برخی موفق می شوند و شماری هم شب را تا صبح گرسنه می خوابند. در پروژه مدیریت آبریزه های شهر کابل بیش از 550 هزار خندق یا بند کوچک حفر شده و انتظار می رود مرحله کندنکاری این خندق ها به درازا بکشد. شرکت انکشاف ملی می گوید که تا حالا بیش از 60% بند های کوچک تکمیل شده و مرحله دوم آن که غرس نهال است سال آینده آغاز خواهد شد. تمیم شهیر جزئیات می دهد. هدف این بندهای کوچک ذخیره کردن آب باران و سرسبز ساختن شهر کابل است. بر فراز کوه و تپه های دوربر کابل بندهای کوچک کندنکاری می شود. قرغه، پغمان، دارلمان، واصل‌آباد، بگرامی و دیسبز 6 زون است که برای کندنکاری این بندهای کوچک شناسایی شده است. تازه‌ترین آمار شرکت انکشاف ملی نشان می‌دهد که 580 هزار این بندها در این زون‌ها حفر شده است و مهلت این پروژه که 1 سال در نظر گرفته شده حالا احتمال می‌رود با تأخیر روبرو شود. مسئولان شرکت ملی می‌گویند که تا حال نزدیک به 840 میلیون افغانی که 7% بودجه را تشکیل می‌دهد هزینه شده است. ما پروژه غرس نهال را داریم که در امی خندق ها و چکدیم هایی که ما کندنکاری میکنیم و میسازیم غرس نهال هم شروع میشه. به این اساس در این مدت ما کار را که ادامه دادیم در حدود 10% کار پیشرفت داشته. کندنکاری ها بسیار خوب نتیجه داده و هر کدام از این پر از آب شدن. عمق بندهای کوچک 70 سانتی متر در نظر گرفته شده، اما در برخی ساحه ها تا 70 سانتی کندنکاری نمی شود. زون پغمان یکی از زون های شمرده می شود که تا حال 48 هزار بند کوچک در آن حفر شده است. مهندس این زون تاکید دارد که کارگران از باشنده های محل استخدام می شوند.
ساختمان هایی که جهت مهار آب در پروژه ما، پروژه مدیریت آب های سطحی است تطبیق میشه، اشکال مختلف داره که شش نوع از او بسیار معمول است که شامل ترن، چک دم و غیره انواعش میشه که ما او را نظر به ساحه، نظر به نوعیت زمین، نظر به اراضی و سختی زمین به اشکال مختلف را تطبیق میکنیم. انتظار می رود در مرحله دوم 13 میلیون نهال در این بندهای کوچک غرس شود که بودجه کلین پروژه به 13 میلیارد افغانی می رسد. صلاح الدین ربانی در شورای عالی مصالحه شرکت نخواهد کرد. حزب جمعیت اسلامی به رهبری آقای ربانی در اعلامیه میگوید که در مورد درج نام رهبر این حزب در ترکیب شورای عالی مصالحه ملی پیش از این هیچ مشورت انجام نشده و رهبر این حزب در ترکیب این شورا سهم نمیگیرد. این حزب همچنین تاکید کرده است که خود برای پاسداری از ارزش‌های جهاد و مقاومت، مردم سالاری و دستاوردهای دهه‌های پسین هیئت مستقل را تعیین کرده است. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین هم پیشتر از عضویت در این شورا انصراف داده است. درگیری میان هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و معترضان به تبعیض نژادی در شهر پورتلند این کشور یک کشته بر جا گذاشته است. پلیس ده‌ها نفر را بازداشت و یک مظنون را نیز شناسایی کرده است، اما میگوید که تا پایان بررسی‌ها اطلاعات مربوط به او را منتشر نمی‌کنند. مهمترین های ورزش با ادریس فاروقی. وزارت صحت عامه اجازه ورود 30% تماشاگر را برای هفتمین فصل لیگ کرکت 16 افغانستان داد. این در حالی است که پیش از این وزارت صحت گفته بود رقابت‌های کرکت بدون تماشاگر برگزار شود. روز گذشته اما این وزارت اجازه ورود 30% تماشاگر را با رعایت تمامی موردهای بهداشتی داد. این رقابت‌ها قرار است به تاریخ 6 ماه سپتامبر میلادی با حضور ملی پوشان کرکت و در قالب 6 تیم آغاز شود. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت وست‌اندیز شب گذشته 3 دیدار برگزار شد. در یکی از این بازی‌ها یاران محمد نبی عیسی خیل با تفاوت 37 دوش برابر حریفشان به پیروزی رسیدند. در دیگر دیدار یاران مجیب زدران با تفاوت 2 وکت حریفشان را شکست دادند، اما یاران راشدخان آرمان بازی را به حریف واگذار کردند. در این فصل رقابت‌های لیگ کرکت وست‌اندیز 5 میلی پوش کرکت افغانستان از سوی تیم‌های گوناگون به امتیاز خریداری شدند. آرسنال قهرمان سوپر جام انگلستان شد. دو تیم فوتبال انگلستان و لیورپول شب گذشته دیدار نهایی جام خیریه انگلستان را برابر هم برگزار کردند که سرانجام این دیدار با پیروزی توپچی‌های لندن در ضربه‌های پنالتی به پایان رسید. با این قهرمانی آرسنال موفق شد 16 جام خیریه خود را به دست آورد و پس از یونایتد همچنان تیم پر افتخار این رقابت ها باشد. بیننده های عزیز، از توجه همراهیتان به این مجموعه خبری از یک جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.